به نام خدا بیننده های عزیز سلام بر شما و برنامه نگرش خوش آمدید چرا پاکستان به نگرانی های جدی افغانستان توجه نمی کند حکومت افغانستان چند پیش لست 32 مرکز تروریستی و 85 تروریست را به پاکستان تحویل داده گفته می شود که این مراکز در شهرهای کویتا، کراچی و پیشور پاکستان موقعیت دارد. دولت افغانستان تا کنون چندین بار از این و فهرست ها در اختیار پاکستان قرار داده است. برای بحث بیشتر آقای سید صفیولا، عضو مجلس سنا، آقای برنا صالحی آگاه روابط بین المللی و آقای ادریس استانکزی، فعال سیاسی و برنامه بسیار خوش آمدین. شکر. دیر از شما آغاز می خب چرا افغانستان تحویل میکنه به کسی که وفادار به هیچ تعهدی نیست بسم الله الرحمن الرحیم عرض ادب احترام به شما میهمانان گرامی و همچنان بینندگان گرامی تلویزیون یار نیوز روز همه بخیر باد خب آغاز این قضیه سه بر زمزای تفاهم نامی استخباراتی که بک بودن بله بله با طرف پاکستان امضا شد و البته در موایل در سال 2015 تفاهم نامه که امضا شد با واکنش های جدی سیاسیون افغانستان قرار گرفت از جمله آقای خالد رئیس امنیت پیشین را یک تفاهم نامه شرماور خطاب کرد و همچنان جناب آمد کرده رئیس پیشین رئیس جمهوری پیشین افغانستان هم دیده تقبیل کردن و دلائل از این بوده که پاکستان ایج وقت به تعهداتی که مقابل افغانستان داشته وفا نکرده و مسائل بسیار مهمی از قبیل تامین صلح سبو در افغانستان روابط اقتصادی در افغانستان همسایه داری نیک در افغانستان صحبت داشتن ولی عملا ما میبینیم که پایگاه های توریستی در پاکستان وجود داشته و فعالیت های توریستی در افغانستان به خاطر قتل و خون کشاندن مردم افغانستان و به خاطر شکل دست شدن افغانستان این اکماکان وجود داشته و ادامه داشته و و تعال ما مبینیم که به سبب عدی خود علت ازی که دولت افغانستان روی یک اعتماد روی یک توسل به ای که ما با طرف سل بریم همسایه داری نیک ایجاد شوه و پاکستان بتونه که دست از اعمال تخریب کارنی شلی افغانستان برداره که دهی این عرصه نه تنها ارسال فیس بلکه, بلکه مراجی چندین مراتب رئیس جمهور سابق و فیلی افغانستان به پاکستان خودش بر مردم افغانستان سوال برانگیز بسید در قد از پاکستان ای گدایی ای میکنن اینا به این شکل خب ما دیگر رای نداریم موقع سناتور ما باید بارها بریم و تا ار جام جهانی قانع شوه که ما چندی کوشش خوده کردیم با پاکستان ای پاکستان است که طرف پاکستان است که نمیخواد که صلح را انجام بده این پاکستان است که میخواد مداخله بکنه این پاکستان است که توجه نمیکنه خب بله یقینا های ما شما به می هست که, که, که خوشباوری های زیاد به طرف پاکستان و دایی که یک یک فکر مشترک بین المللی یا منطقی به وجود نمیاد و یک کشور وادار به فشار نسازه تا که دست از, از این اعمال برداره و در حقیقت موضوع تربیت در پاکستان نه تنها خطر افغانستان بلکه خطر منطقه‌ای و خطر بین المللی است از اول از ایجاب میکنند کشورهای مانند آمریکا کشورهای ابتدایی مانند چین کشورهای دیگه که بالای پاکستان اونا تاثیر دارن اینا باید فشار وارد بکنند تا یه ارفاای دولت سردارای دولتی و کمیتی وادی یا قوت پیدا بکنن و به اساس تبدیلیم که دیار تاگو ماهی مثبت بود دست و این نتایج مثبت از یک دوم شروع بکند. دغدغه مثبت. کمیت پاکستان آقای غنی دی وقتا خوب خوب رابطه ایشان بعد از قرار دادن با طرف پاکستان. بعد که سفر شد به پاکستان این قوس نه صحبت های آقای رئیس جمهوری فیلی در مقابل با پاکستان جدیدتر بود و از او هم پاکستان در تمام تبلیغات رسانه‌ای و در تمام گزارش های حکومتی پاکستان به عنوان منبع ارسال تروریسم در افغانستان اشاره شد و خطاب شد یک جدیت یا قاطعیت به که البته نسبی یک خوشبینی را به وجود آورد چیز دیگه که بسیار نگران کننده از آقای سناتور میگن که هم در سنا هم در روسی جرگه باکسونا جنټای داره کې بلخره لوبي میکنه برابر برابر پاکستان خو ممه یەک از حرفای امروزی آقای سیاف جناب سیاف, هم سیاف ما سیاف صاحب دیگه ما شنیدیم که خود از روی اشاره کرد که من خطاب میکنم به ستونی پنجم در داخل دولتی چی معنا داره یعنی جناب سیاف یک شخصیت عادی نیستن اونا نفوذ داشتن در حکومت وجود داشتن و میفهمن و میدونن یک فیرستی هم قبلا از طرف از اینا در فیسبوک اونا نشر شده بود که اینطور اشخاص افراد دا وجود داره که اینا مناسبات نیک با پاکستان دارن و اهداف پاکستان و در افغانستان تثبیت میکنن و همکاری میکنن در قد برای تشدید جنگ در افغانستان و برای ازی پاکستان بتونه که اهداف خود در این منطقه در این جغرافیه افغانستان تطبیق بکنه این یک چیزی واضی است و ما بارها گفته شده و بارها بشه. ما خودم گفتیم که وقتی که از جنگ استقبالات صحبت میشه این به این معنا نیست که طرف استقبالات که ما میگیم او آرام نشسته باشه او تدابیر اتخاذ میکنه که در تمام ها در تمام جاهایی که او آسیب پذیر میدانه ضعف میدانه او باید آن را شما همیشه شما جمع نخبگانی که در افغانستان هستن از ستون پنجم صحبت میکنن چرا لست ستون پنجم با مردم

یا ستون پنجم افشا نمی کنه؟ خب تا حدود یک فیرست ارائه شده بود که نام اشخاص افراد خب در اونجا بود نانوز در اصانه ها شریک نشده که این فیسبوک بود ولی رسمی صادر نشده من من یعنی نیست وجود نداره اگر می بود ستون آه آه پنجم یعنی برای کسایی که ببخشین برای کسایی که معلوم است مانند آقای سیاف یا خود دستگاه امنیتی شورای امنیت ملی یا ملی افغانستان و شاید خود رئیس جمهور و ای اشخاص افراد اینا باید جرات کنن این اقایق برای مردم افغانستان افشا بسازن و از ما فرست مردم ما نشر بکنن و به رسانه ها بس بسپارن تا یک پند خوب شوه و معرفی شوه هم اشخاص وطن فروشی چرا نمیکنن نمی ما علت این مثال تمام دلایل میسته که چرا یک سیاست کجدار و وجود داره چرا سیاست های پس پرده در مملکت وجود داره چرا آقای رئیس جمهور و ریاست اجرایی و سایر ارگان های مسئول ده مملکت عقایق به مردم افغانستان افشا میکنن اگر اینا اعتماد داشته باشن سر مردم افغانستان و عقایق به مردم افغانستان اینا و مردم افغانستان شریک حاکمیت بدانن. مردم افغانستان شریک جغرافیا بدارن و مردم افغانستان حق بتن که از حقوق خود از منافع اقای خود ایران دفاع بکنن و اینا به اساس رای مردم که آمدن باید اعتماد داشته باشن که حرف وجود داشته باشه خود مردم نیروی بسیار قوی است مردم افغانستان یک یعنی مردم بسیار شجاع یک یعنی مردم بسیار توانای یعنی یک مردم بسیار در اول و شرایط گذشته هم نیست ولی فعلا آگاهی سیاسی هم بسیار در سطح بالا رفته ولی با تاسف ایناست که اینا با فریب و دغه نینند رای مردم رو میگیرن ولی در پشت پرده خودشان مملگرای سیاسی دادن به خاطر قدرت خود یا به تحقق منافع اهداف سایر کشورها یا کی یا کی یا کی چراهای بسیار اینجا وجود داره که تا دا هنوز پیش مردم افشا نیست و ما هم با تاسف وقدر از مسائل داخلی آگاهی نداریم و خود ما تعجب میکنیم که چرا چیزایی که عملا ما ما, ما،, ما میفهمیم میدانیم کلی مردم میدانه ولی در تبلیغات یک چیز است و در عمل کرد دیگه چیز است آقای تشکر آقای صالحی چرا امی لستی که به نام ستون پنجم است نمیشه یک مسئله و مسئله دوم که لستی که از طرف حکومت افغانستان در مایهود به طرف پاکستان تقدیم شد دقیقا پاکستان هم یک لسته به دولت افغانستان که 76 نفر از او معرفی کرده اونا از, از, بابت برادر اکبر بوکتی نگران هستند از, 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 از فعالیت های اندستان نگران هستند از وضعیتی که بلوچار افغان های مایه میکنه نگران هستند بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما مهمانان گرامی و بینندگان عزیزاریان این سلام عرض میکنم ببینید رابطه ما با پاکستان رابطه از آغاز تا امروز بر مبنای یک به اعتمادی بر مبنای بدقولی از دو طرف روی و تعهداتی که بین دولت این وجود داشته و از جهت هم یک رابطه نابرابر و تحت تاثیر چندین متغیر هم داخلی در پاکستان و افغانستان هم منطقه و فرامنطقه قرار داشته منوان در بحث تامین رابطه متنهایی دولت افغانستان با پاکستان چندان موثریت نداشته که بتانه رابطه شد به صورت حسنی که خودش میخواه با پاکستان جور بکنه ما اگر زمان رابطه خوب با پاکستان بخش از نیروهای ما داشت تحت تاثیر این فضای جنگ سرد و بحث رقابت قدرت ها و بحث ایالات متحده امریکا و نزدیکی امریکا با پاکستان منظورم از گروه های مجایدین و مردم افغانستان که در برابر رژیم وقت کمونستی می بود و بعد اگر در سال 2001 با آمدن جامعه بین به افغانستان و زدن طالبان یک اجماع در سطح نظام بین ملل به وجود آمد بر سر مسئله افغانستان ما در کوتاه مدت یک رابطه نزدیک و خوب با پاکستان داشتیم متعاقبا رابطه ما تحت تاثیر رابطه ما با رقبای پاکستان به صورت متداوم و تدریجی رو به خرابی رفت و اینمو به اعتمادیه که در رابطه ما با پاکستان وجود داشت و فربیتر شد و امروز در اون نقطه اوج خودش رسیده هیچ وقت پاکستانی ها ای اعتماد رفت بالای دولت افغانستان ندارن وقتی که میخواهن از دولت افغانستان مخالفین پاکستان را یا گروه های تروریستی را که بزم پاکستانی ها در افغانستان است و پاکستان مسترد بکنه دولت افغانستانی کار را بتانه یا بکنه این اعتماد پیش پاکستانی ها وجود نداره و اموطور اعتماد ما روی پاکستانی ها نداشتیم و نداریم لیستی که از جانب ما به طرف پاکستان میره اونا امو مخالفین مسله دولت افغانستان یا تروریست هایی که امنیت و ثبات را در افغانستان خدشدار میکنن اونا را بر ما باز بگردانه بخاطر که یکی از اهداف و مقاصد پاکستان در افغانستان آوردن یک وضعیت ثباتی است که در اینجا یک دولت ملی و قوی و باثبات پا نگیرند این یک طرف قضیه است بس دومی است که پاکستانی ها امی حکومت موجود را یعنی حکومت وحدت ملی را در افغانستان و حکومت نمیدانند که این پاسخگوی نیازهای و اصطلاح منطقه باشه یا خواستای خود پاکستان باشه یا از یک مشروعیت مثلا آقای کرزه همچنین برخوردهای آقای کرزه بسیار شدید تون شده بود با طرف پاکستان یه چیز دیگه از آقای صالحی معمولا با حکومت ها پاکستان مشکل داره در زمان دکتر نجیبولا با دکتر نجیبولا بسیار مشکل کلان داشتن در زمان داود خان بسیار مشکل کلان با داود طرف داود خان داشتن رابطه ما که بسیار کم خوب بود در زمان ظاهر بود که بسیار کم خوب بود و او طرف و پاکستان هم در حد نبود که رابطه را تامین بکنه ما دقیقا کسایی که بعد از حکومت مجاهدین آمد کسایی بودن که در پیشاور بزرگ شدن خرد بودن کلان شدن در مکاتب درس خواندن از منافع بزرگ پاکستان استفاده کردند. ببینین اصلا در روابط بین الملل در حقوق بین المللی دولت ها نماینده ملت ها هستند وقت معاهدات بین المللی میان دو کشور امضا میشه امو دولت ولو اگر ما بگویم دولت نور محمد ترکی یک دولت دست نشانده بود ولی نماینده مردم از نظر حقوقی امو محسوب میشه در امو وقت جنرال جی آمد به افغانستان خب باز با او دولت ها هم خراب شد و بعد که مجاهدین هم ام آمدن امو که شما اشاره کردین معنای ای, ای است که با دولت ها چرا مشکل داره پاکستان برای ای که دولت ها دایه های ملی را در برابر پاکستان باید باز بکنن و با پاکستان از آدرس مردم باید صحبت بکنن این رو طالب از آدرس مردم صحبت نمیکنه پاکستان او را در اختیار خود گرفته او آدرس مردم هم میزنه در گذشته اگر گروه بودن اونا به نحوه برای پاکستان یک حربه در برابر مردم افغانستان تلقی می شدن یا یک جهت را در افغانستان می یا یک بخشی از مردم به دنبال خودشان میکشانیدن و پاکستان از این فرصت ها استفاده میکرد کرد خاطر هرچه محکمتر تر کردن اما جایگاه خودش نسبت نظام بین الملل و نشان دادن و قوت و قدرت پاکستان برای دنیا که افغانستان فعلا یک جای یا یک منطقه یا یک مردمی است که پاکستان میتانه در اونجا مثلا حرف دنیا را به کرسی بنشانه امروز قبلا هم ارز کردم که حکومت وحدت ملی در او حد و اندازه نه از نظر مشروعیت است نه از نظر توان است نه از نظر قوت است که پاکستان روی از او اعتماد بکنه و پاکستان به شکل یک حکومت عبوری حکومت وحدت ملی یا دولت وحدت ملی را میدانه. با هیچ ماهده را که او یک سری طبعات خواه مثبت منفی در آینده بر پاکستان و افغانستان داشته باشه آذر نیست با دولت و ملی به نظر ما او را امضا بکنه از یک طرف و از جهت دیگه پاکستانیا حکومت وحدت ملی را حکومتی که در دامن سیاست های هند افتاده میدانند در حالی که درست است حکومت آقای کرزی در گذشته با پاکستان چانزنی های بسیاری داشت در پهلویش سفرها و دید و دید ها و گفتگوهای بسیاری هم صورت گرفت ولی از یک جایگاه برجسته تر و محکم تر حداقل در سیاست خارجیش نسبت به حکومت وحدت ملی گپ میزد شما میدانین که سیاست موفق خارجی زمان ما میتونیم داشته باشیم که از نظر امنیت ملی و پایه های مشروعیت نظام و حکومت در داخل ما دچار چالش مشکل نباشیم یعنی به اندازه که مشروعیت نظام امروز مشکل دارد از زمان خب، آقای کرزه ایره نداشت بله آقای ببینید که ما خب هم چیزی که بنام حکومت وادی ملی بر ما ایجاد کرده جامعه جهانی قناعت داره و طرف که امریکا قناعت داره پس نباید پاکستان با چونین دی درکت بکنن چرا ما حمایه خوب جامعه جهانی را داریم در اقبال ببینین یکی اما رضایت جامعه بین المللی است در بسیار موارد و مواقع جامعه بین المللی خاطر گذار و عبور از یک بحران حکومت های ششمه هم چشم به وجود میارن ولی هیچ وقت یک حکومت برخواسته از مسلحتی را که جامعه بین برای یک کشور در نظر میگیره برابر نیست با او حکومتی که از, از دل ماشو. قانون برمیخیزه و از بارای مردم و با سرنوشت خود مردم مسلط میشه از این نقطه نظر گفتم که جایگاه حکومت وحدت ملی یک مقدار لرزان است و کشور مثل پاکستان او اطمینان لازمه را که بالای یک کشور که یک, یک, یک دولتی که از آدرس افغانستان بتانه به خوبی نمایندگی بکنه یا تمثیل بکنه حکومت ولی بر بیشتر به نظر من این مسائل هم در درجه های دو سه قرار میگیرن این ملحوظات بیشتر دیده امنیتی و دید امق استراتیجیک به مقوله سنتی که ما افو... داریم افغانستان. افغانستان افغانستان او رقم یک دید داره که در دا افغانستان یعنی پاکستان ها حرف اول را باید بزنن تا اندیای کار بکنن <applause> یا تا ایرانی یا تا متباقی ولی این امق منافع علیه مردم افغانستانی را تفاؤزانه نمیکنه به اون نسبت هست که من فرمایشات سناتور و تایید میکنم که ما زمان میتونیم که یک رابطه بر مبنای احترام متقابل و حسنه و بدون چالش مشکل با پاکستان داشته باشیم که جامعه بین نلی مداخله بکنه سر تشکر مو 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 خوص خوص در غیر از او به اعتمادی که میان ما و پاکستان وجود داره شاید تا سالهای سال داشته ما به این وضعیت متاسفانه ادامه بید. تشکر آقای سالهی خاقل سرنگزی صاحب ولی پاکستان مونده یا مقتدر مو آقای پلواک هیوات پتوگنه بیجنی وستونز په سکه دا نړيوال هم دا فکر لري ک نړیوال ک حال دا چې امریکا لمغنه هم د اوس د نړیوال ګټاخواني د پاکستان کې مننه لوی سشتن <سؤال> طلبه نامه سلامونه او احترامات میومنه ستاسو معزز ملمنو پی اجازه دا به ز فکر کوم زب بر درو بر خوباندی ویشم له ډېرو ورځې د پاکستان او د پنجاب په اړه اګه د رخي بيس <پس> خالتي لغوي ستا د توقع م لري ګوري په کوم ورځ چې دوی لندستان سره خجلاص جوړوي خپل هيواد وخپر مور وبنن پرځت جنگيږي نو تاسو د توقع م کوي چې غوي د افغانستان سره ګوري مو توافق لري مافق لري ګوي دوی انتر شاي ولري په ما درتو ول چې ل زاهر شاطر دی وخت پوري چې دوی تا هر ورځ وجني بیا د <متحد> موافقه او ډیپلوماسۍ د <متحد> شانه پسمه کرسي دا قضيه یو ور په ام ارق د <متحد> خارجي او بین المللي <متحد> ملګر دي ګوري د <متحد> ډاکټر نجيب حکماچ سقوط د مجاهدین چې څه قوت کې خدایي ساي برنامه ورکول د سي اي ور سره شریک نه سر و بین الملل امریکا انګريزون او د نور هيوادونو اتحادې در په او د ټول پښتونیان سره شریک دي د اوسم په دفاعي بودیجې هر کال درې سو میلیون ډالر امریکا پاکستان ته ورکي توپشت نه مشباهت مترکو مولا منصور ته وجه لایسي وسما بن لادن ته وجه لایسي حقاني ولي نسې وجه لای او دراسې نه دي در تعلم د پاکستاني جيچکی اوسخه یوسوب لاخه توسيږي نخوي وژنې ولې نو وژنې خو دوی مفادات پکښې کړي یعنی لا ولا سره امریکا په دنيا دمیعت... زموني مړکی کی لمای ځذیبې په افغانستان کې معمولا امریکایان د دو دوی گوری. گوری. نه خو دو نه په نخ کې ګوري تاسو وګورئ په دا دوا جګړه کې نه د دوی دواړه ستراتیژیک اهداف دي د اقتصادي اهداف دي روس سره جګړه د ایران زپل چینایان دي د دو دوه لور فرق یو لاس کسبه قرباني ورکې زما په یواوره سلور سو دیش کسان شهیدان شي د اني یو قلردک دغه چې اوس کار دلته وشتل سو په جلاباد کې سهاله شي واغ دونه غټ بمی ورسول پر یو سرتيري باندې د کمې وریز رئیس چ امریکای په افغانستان ترغلي دی ول افراطيات ډیریږي ول توريزم ډیر شوی دی ول دا نه کميږي نختدل ترغلي چې افراطکټ لمنځه یوسي تر هغه لار منځه یوسي د ولي پر پروخي دودي ته چیراله افغانستان د پټول په ټوله موضوع د افغانستان په اړه خو نه ځکه نور هېوادونه بیا چی ستراتيژیک ملګرتیا او امنیتي تړون امریکایز خلیر د غوښته په فهم کې بکمه هی وات که زما نه دی پیاچ یو 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 اووان بګو یو فکر کوم زما هی وات اوس نه پېدی یو ملکي کاتي وجلې وو 2 ملیون ډالر امریکای ته اووان ورکې زما په کله کې دوی بمباری په مسجد کې بمباری په وادو کې زما ملکون بمباری د زما وین ارزښت لري کې نه لري خو نه لري دا د قضیه بل لري مآل خدایز مش خپل حکومت مش ډیر کمزوري زموږ امنیتي نظام زموږ امنیتي سکتور نه اواز دی دا چی کمزوري دی بلکې خاين دی زما قماندون زما د سرباز پرطلا زما د سرباز موزي زما د سرباز چانټا کلشينکوف مرمي اته ډوډۍ طالب باندې خرسي ايسای باندې خرسي بیرته پاغا پا مرمي پاغا پا پرطلا پاغا ټوپک د یما وشتنی څو چې موږ د نن نالد تقوی اقتدار ونه لرو، قوی مرکزي حکومت ونه لرو، موږ منځتی ځوونه نور هم پیوړې نسی او حکومت حکومت نسی، خورشګندي راواله ده د خدای رو یوګري، په درې کال کې تاسو ماته وو غوایست، یوازې سترولنه د ملي وحدت حکومت یوازې سترولنه، په کله کې دوی نه لري، تاسو په یوه جنه نند سیګار او پور وګری، ته ژمي کې تقریبا یوانیم 20 مشت کې، وځ زره سرتیر مشهیدان لرو، د چیص خدادي خصمو د ریاتنا سې سو کولای سوچي موش دنه نه په کورکی نظام کوي نه کوو داخلي سیاست کوي نه کړو سره یو نسو نو موشتو څه هیڅ خلنه نه څه کولای چې بیرونی دښمنانو سره د هیواد کې ډیرو غل چې موږ ته حقوق مداره تمثيل کری حق قانون تمثيل کری او لمونږه ملاتړ دا خبره تور سره مانی والله کې منه زه ور سره منو ورسد د ټکسونان دلته عام خلګو سپشت نه وکړه ورته امریکایان دا سیوي وي بد کې چې امریکایان دا سیوي وي امریکایان خپله خپل ادافت پر غل دی محمد کرزای کله 14 سم شد د اخري کلون کې ولاړی امریکا ته د غوی ملی امنیت له مشور سره وکړه دغه سوي ما پښتنه وکړه د ويديو سمستا وای ما ورته ویل کچیر پر جلابات یو بل سرحدي ولایت باندې د پاکستان په ځیان عمله وکړي د ډاکټر رستی ویلنه مال کچیرز موږ په هوشار کې پاکستانيان چا ده نو کې دوه درسه و ما شومان شي زیدا شهیدان سي دا ډاکټر رزم دي ویلنه نو مال تورزم چی شې وی کله چې د امریکا ملی ګټه تاواني د امریکا ملی ګټه ګوري او ما خپل پټیر سره هغه خپل ورستي وینا کیول چې موږ طالبان د شکاس نس ور کولای د طالبانو جګړه د توریسټ جګړه نه ده د افغانانو جګړه ده د خپل پوسی نو د سوال سکاله تا جګړه دلته چیشته کول چې دا زموږ جګړه ولې فراتیا ته دیر کی کله چې امریکا راځي د خپل قائد په بهانه ګوري واځي دلته قائد فعالیت کول او طالبان یعنی دوا توریسټی دلې نن تقریبا اتهوشه اله د ش تورستي دل د فعالیت کې تر دایشه دا پوري نو د امریکا پښتون موږ بربادي جو که موږ به دي خاته روان یو خود بربادي خاته روان یو د بربادي خو امریکا دلته راوستل دي یعنی تاسو فکر کوئ چې امریکایانو په واسه <متحن> دا نه دي پوري چې په افغانستان کې دي سولره سي یقینا چې دا په واسه پوره ده ما مخ تاسو ولې حقاني نه راځي خو په اول تاسو افغان حکومت ګرام بولی ولې د زموږ مشران ګرام بولی ولې د دفاع وزیر بیا ګرام دی ولې لوی درست ګرام دی دوی به ګرام نه یو ما تاسو درې ارخول پغایه یو ارخه حکومت ګرام زکدي د امریکا سره موږ د یو طرف په حیس خپل اړیکې کولو د بادار غلام مامور او مدیر په حیس نه دلته بدبختونه هغه دي چې امریکایان وني نر نه بوله په طالابان کې د غوي مختدي خبره وکي د المجاهدنی ولې ترکمونیست تر ټکنیکو راته ریزموره پوري سوک وایلی سي د امریکا د سفیر جواب سو کلری نه لری دلته څار امریکایانو غوښتل هرڅنګه برنامريزي سوغه کیږي تاسو جنلابات کې وګریدونه غټ بمی وغورسوي فقط د دایښ په بانه امریکایان شګوري چې طالبان اډي ګوري او د پوزيشنینګونه ګوري مدرسې ګوري alternator megaofio techniki دلته پرشل د ایشانو باندې لوی دونې لوی بم ورزی بیا خپل د شاغلې ترامپ موون په ډیر صراحت ویل چې موږ دا بم زکه استعمال کې شمالي کوریا تختار ورکو دلته ولسمشل غنیز مو ولسمشردي وې دي بم د غرزو ولسمه مشارک لای کو نو خدای امریکا برنامه مختوري افون خدا نه وړي زما خاور استاله براتور نه ده کته دعایش وجنی رازه مهربانی او کمیټه مليت ولار ثامنیت ملي سره زموږ ټول کوارډینټ ورسره چې په پاکستان کې کوم ځای وس خير راځي دوی ٹی ٹی پی دی وډک ځای دی شمالي وزیرستان او وزیرستان خلق دی د ټوله دې په پاکستان کې ټوله دې معلوم دی اډی نه ورخراپه ریشا نه ورخراپه د لده 15 د شپې څخه باندې دونه غټ بم غورځي د لیستونو رد او بدل په داسه مناور کې ملي شور شورا امنیت ستاسو د بهرنه چارو وزارت لیستونه ورتلیږي او پټن زوینه ورتخې د پټن زوینه په سمه مناور کې حال دا چی امریکه ته پاکستان ډیر نږدې زموم په پا پرتله به له شک دا په 2009 کې جو拜ډان هم کړځي ته ویلو کړځي ورته ویل چې تاسو هغه مره مشتهمیت نه لکه پاکستان ته کړځي ته ویل چې په پاکستان مشته تر تاسو سل چنده غوړه دی یو بهتره دی یو مشتهمیت لري سل چنده وبې موږ د هغه سره په زرهاو معاملې لري یعنی دلته د مز استاد خو ریس څخه استفاده کوم ته بانان مو ته چوب سخته دلته د دل روسیا ولم دلته د شمالي کوریا تختار وکړم دلته ایران سره زستونځي لرم زستا په کیسه کې نه يم او دا واقعیت دی د بايت سره و منو کومش په افغانستان کې سولې غواړو نو امریکایان راټینګي پاکستان په پښته زکه پاکستان ترته ستراتیژیک تړونه او نیتی تړونه لری بي طالبان والی طالبان ته نو اختصاص کار خدي بي طالبان ته همغه خوایې چې طالبان تاسو کارونه خن دي طالبان ته څوګ اصلي پیسې ورکي و برو امریکا پاکستان پترو خدای طالبان د امریکا پر ضد خو جنگي دي د امریکا پر ضد کماندی جنگي دي په قلوردو چې څلور سو کسان زموږ سره شیدان چې یو امریکایي تاول دی چې والته 232 نستوروره دلته ګوري امریکا هم ټینګار لري چې موږ دغه طالبان مونږ سره جنگي مونږ وزن خدا د ادا یو د مخ ورورو د موږ سره ومنو د موږ سره ومنو به له شک چې دلته ګوري دلته د روس او د امریکا رقابتسته تا روسان همدا دا کوشش کی چې هغه ګروپونه چې دوی تر لاس لاندې لري که هغه مجاهدین دي که طالبان دی. یا که په که کې دوی نفوس لري هغوی ته وسلې که امکانات ورکړي چې د امریکایانو پر ضد دوی د اهدافو مخه ونیسي ځکه روسان پدی باور دی چې د افغانستان حکومت په دې ټولو مسایلو شریک دی او د افغانستان حکومت په خارجي سیاست کې توازن نه دي کله چې تاسو د عربستان ایران پرزد. د همریکه خواني سي دروسي پرزيد نو تابع درسي مجبور کيږي خلګو تاسسيلي او سلايوي شي په دي وځيږي چې توازن ستړي سختي خلګي سره نه کوي سخت نه دي تیر شپارس کال کې م څنګه توازن ساتلی و تیر شپارس کال کې د کړي پدکاستي نورو سره پریوي کنه نور خر پریوي نه وی پریي روسا ردي شته اړیکات لري روسي او ورځنوي ګورې درس نمائندانو نارضي شه پسغار د وای چوه مو ل طالبان سره اړیکې لري خو هغه وښي چې ولې دایښ نه و چې روسان خبره نه وای طالبان خو طالبان خو طالبان بیا دغه 300 زنه د د روسي 300 زنه دغه و 200 جنگ ده خو دغه دایش چې کل رازي دوی ما توي 300 زده د روسانو شک پر دي چې په دې پروژه کې امریکا او د واستان حکومت سره یو لاسه و زه تاسو زو واقعا ما ته دا سپشتنه کې چې ما و ته شکر عقل لرو منطق لرو باید فکر وکړو ني کولسان وای نيويورك تائمز وای چې واڅ و دایشان په واستان کې و واڅ و سيدي زه و ته لرو درې نیم لکه قوا بی 52 لری د بمونو مور لری ټنګون لری نړیواله ټولانه در سره یو دا نیکولسان وي زه یو کله وخت ضرورت لرم چې دایښ لمنزه یوسف دا واڅو کسان ته په یو کله کې لمنزه وړي پسلو لکه قوابنده دغه یو کلی ولسوال ته مارکه غیم ول درتو وژنې نقطه بنت دلته دایښ ته کمپاین کې ته خدایش ماته لمنزه نوري ولی ماته دایښ د نغټ شي چې دوه سو کسان لپاره چې د ټوله دونه زوكون سره تیارو سره یو کله وخت ضرورت لري دا پشتنی دی چې مطرح دا نیدی باید ځواب وویل سي ډیره مننه تشکر خالص نه ځسې بیننده های عزیز یک وقفه کوتا داریم بعد وقفه دوباره برمیگردیم بیننده های عزیز دوباره خوش آمدین بحث ما روی عملکرد پاکستان و نگرانی های افغانستان در مورد به پاکستان تحویل داده شده آقای شمی خب در حال حکومت افغانستان با چی بکنه آقای سرانگزه میگه که امو توازن قدرت ها را در نظر نگرفت که همه گی دوستش باشن ایران یک وقت که چنین کار کرزه انجام داده بود ایران هم دوست افغانستان بود روسیه هم دوست افغانستان بود هندستان هم دوست افغانستان بود در حالی که هیچ نمیتون آدم بی‌طرف باشه خب ما فکر میکنم سب جناب استنگزای سب بسیار هم تو سپین صحبت کردن وقتی که دو تا رهبر حکومت وعدت ملی را آقای جانکری بیاره دستایشان بالا بکنه ولی <تصفح> که شما آشتی شوین و شما این چوکی هست و این چوکی هست پس افغانستان چی قدرت صلاحیت دل که تصمیم گیری ده باید داشته باشه در دا کدام موارد چی بونه امروز اگر او یک مقدار چیزی نالچیزی که اگر او قطع کنه این می چوکیان برای از اینا نمیدونه بله بله این می صلاحات خب باز نمیتونیم ما با بیترف با باشیم دیگه خب اینا لی ای ضرورت است به یک حکومتی با وجدان یک حکومتی که او در درد منافع ملت مردم احساس بکنه یک حکومتی که با حکومتی ملی خب بای تعریف شما کردین حکومت با وجدان نمیتونه پیدا شوه چون دو دو نفر آقای جانکری آوردن تعیین کردن دیگه به این داره که مردم افغانستان تصمیم میگیرن خب مردم افغانستان دیگه تصمیم نتونستن بگیرن خب آله زندگی یک دفعه ختم نیست یعنی خاک است یعنی مردم مربوط به متعلق به این مردم مرتضی و غریب بیچاره افغانستان از سالا مردم با این ملت ارتباط داشته و متعلق به اینا بوده حالا ما فکر خدا بگیریم تمام جامعه مدنی روشن فکرا کسایی که خدا صاحب صلاحیت میدونن کسایی که خدا وطن دوست میدونن کسایی که میگن که ما حقیقت یاب هستیم طرفدار حق هستیم طرفدار عدالت هستیم باید فشار وارد بکنن که از این بازی های مملکت گرای سیاسی جلوگیری شود باید فشار بیارن تا یک حکومت واقعا که بتونه از منافع مردم افغانستان از حکومت ملی مردم افغانستان از افغانستان از استقلال افغانستان از, از... از آزادی افغانستان دفاع بکنه و قسمی که دوستا فرمودن با یک یعنی تعادل بین کشورهای منطقه کشورهای جهانی باید حفظ بکنن و او اقتدار ملی خود را ثابت بکنه فکر نمیکنید مردم تون دیگه بسیار با ما چی شروع کردن و شما بارهای نمی گپ میزنید بله. آقای صالح بارهای گپ میزنن آقای سانگزی که گلو کفید به خاطر مردمشان که مردم میگن فکر نمیکنید مردم تون دیگه هیچ عکس العمل نشون نمیده هیچ توجه نمیکنن به گفتگو یک نوع فشار دیگه است کدام مردم مردمی که روز به روز با فقر و به بیچارگی بدن. او بدن بدن بله همین مردم بلس. و یک آدمی که امروز شما بفرمایید ببینید بی که یک تظاهرات شما سازمان دن به یک روز یک روز دروازی دکان یک نفر قلف و امروز خانیش نان نداره اینا و جبران ای اقصال این مملکت امروز وادار ساختن یک وزارت معدن داریم افغانستان یک کشور غنی ولی فقیر و بدبخت است کجاست این معادنی که ما او را نیادی نه استخراج کرده باشیم به مردم افغانستان شما شما منتظر باشیم میشه صاحب جبران و قصدن و عمدن چون ما قدرت نداره ما صلاحیت داریم جبران و عمدن و قصدن در پالیس دیگر سیاست های نظامی در پالیس سیاست های اقتصادی این خودش یک یک پروژه است خودش یک پروژه است که با چگونه اقتصاد مردمی افغانستان رشد نکنه خودش یک پروژه است که چگونه مردم افغانستان با حالت ضعف و فقر و در بدی قرار داشته باشه تا سر خود بالا ای بره این پیشنهاد نیست که راه حل وجود نداره راه حل نزدیک وجود نداره که اینی که شما زحمت میکشید اینی که استان سایس صدای خدا بلند میکنن ما میکنم او میکنم او میکنم اینی یک مبارزه است اینی یک هیچ برای مردم است یعنی یک یک یک, یک, یک عرف است که باید حقایق حقوق کلی که مردم باید بدانند مردم شما از سال 2005 به طرف زیر فشار عملات تروریستی هستند زیر فشار عملات اقتصادی هستند زیر فشار عملات روانی هستند ولی مردم اقدام نمی‌کنند. فکر می از 2005 تا 2017 هیچ مردم خواب هستند هیچ حرکت نمی‌کنند، نمی مردهایی هستند که نمی جنبن و حرکت نمی کنن. منتظر باشیم که ما, ب... ما رهبرای ما... را انطور بسازیم آ... ما بازم خدمت شما عرض میکنم که اگر حرکتی هم وجود داشته چون واکنش های در مقابل این حرکت ها نشان داده که مردم بر راه و ترس و هم اندخته حرکت هایی که عملی حرکت ها جریان دارد چرا مردم حقایق نمی شنون نمی سرزم چرا حرف مردم باور نمی چرا او گپای که به اصلاح اداره و به اصلاح نظام ارتباط داره اونا عملی نمی اونا قسطن و عمدن خودشان چون عجیب هستن عجیبی عزیز که منافع دیگر در دی جغرافیا تجمیز میکنن هزول هست چرا انتقابات ولسی در و شورای ولسی درگه طالب طریق افتده چرا در سطح کابینه کار به علی و, و گپای بسیار واضح و گپای بسیار روشن است هر مدیر هر کسی که در راست باشه باید گپا را عملی بکنه و مردم هم آگاه چرا 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 سطح آد چرای دیگه ولی چرا امی وزارت معدن ما فرد است از سال 2002 تا حاله اگر این معدن افغانستان استخراج بشه تلای ما استخراج میشه زغال سنگ امیال فعاله استكشوري زقلسان تكنيكي استقرار نمیشه؟ چرا فني استقرار نمي استكشورا ده ديس تشارت الله شكور ما نداش با اجاره داي بسر كم كمان فاز استكشورا اي راس با باكستان انتقال پیدا ميكنه اي اي گپاي سر حکومت نت باور داره نه قايو شما ما قطعا د اي عملو اي روش باور ندارم سر نظام تون باور ندارم سر نظام باور دارم نظام از مردم افغانستان است خب. نظام خب. سر مردم تون خب. خب. سر مردم تون باور دارين بلي بلي مردم چرا مردم تون اقدام نميكنه مردم باور به ضرورت اي ضرورت به اي مردم باید آگاهی داده شود مردم باید روزانه روزانه اولادشون کشته میشه در یک حمله 430 نفرشون کشته شما ببینید اینا شما ببینید از شروع که حکومت ها شروع شده مثلا سال 2015 تا الان حداقل از سال 1393 تا الان ببینید که روحی مردم چقدر تغییر کرده مردم در سال در انتخابات سال 93 به یک آرزو با یک امید به یک با یک شوق رفتن با کلکشن بریزاشو رفتن پشت صندوق رای رای دادن ولی دیدن اصلا اصلا این دو شما کلی سیاسی کلی مردم که مردم از فاصله گرفته یعنی فاصله اصلا 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 شدت پیدا میکنه زیادتر شده نرفت بلاخره منجر به یک قیام به یک اقدام با یک یک گپ شد که این مردم حقوق خود حاصل بکنند و بدست خود بیارن و یک یک حکومت ایجاد شود که او بتونه که از منافع مردم افغانستان واقعا خب یک ترس هم وجود داره قاشمی به مردم به با با بار اصلا اگر این حکومت از بین بره بدیل حکومت دیگه حکومت وجود نداره ولی هدف از این نیست که حکومت از بین بره هدف از این است که حکومت در انتخابات یا در قیام مردمی هدف است بگم که فشار وارد کنیم که انتخابات ولی سیجا شروع ورسه بشه بگم که فشار وارد کنیم که انتخابات ریاست جمهوری اگر پیش از وقت باز نمیشه شما اگر الله وقت تخریبی بین تاکسل اندن یک سال اینه این مقدار 40 سال که مردم افغانستان رنج برده و مردم افغانستان 40 سال نیست که سالیان متمادی به طرف رنج برده خود مردم خب ایناله آیستا آیستا این مردم مال مردم 30 سال پیش نیست این مردم مال مظلوم دو سال پیش نیست این شما می بینید که خوش بختانه خوش بختانه در سوال در کسی اینمی رسانه ها اینمی رسانه های ها。چاپی اینمی صحبت های کسایی که واقعا دلشون به مملکت به وطن می سوزه اینمی آشتای سای سای انگیزه های در خلق کذا را رایستان در زینت مردم شما امروز می گفتم دو سال پیش شما می رفتیم با دریوار یا تکسیوان یا دکانر صحبت می چی می گفت و امروز امروز از صدای کلگی احساس بیعتمادی است از صدای کلی احساس نامیدی است از صدای کلگی احساس از که باید بسیط شوند و یک کار باید به خاطر زندگی اولاد خود به خاطر زندگی فامیل خود به خاطر زندگی آینده خود یک کار باید, باید بکنند خب فاصله حرف تا عمل زیاد است آقای هاشمی بسیار مردم منتظری هستند که یک یک, یک یک یک, کار شوه این کار اگر شما میکنین لبیک است و مردم استاده میشه ولی ما فکر میکنم که فقط تا تا تا, تا حد حرف است هر یک تا حد حرف صحبت میکنن ولی عمل ببینید سب این دیگه گل بار نمیشه خو یک کاری هست که کشور ای خطاب ای مساحت که داره و ای قدر که داره ای باید ایجاب ازیر میکنه همه خود یک گل فکر میکنه ایناله اینا ایناله گوش کنید سب مواز میگه گل بودن قرامان بودن تیر شدیم خو ایجاب ازیر میکنه که هر کس خود در خود در حدود سلایت خود در حدود ترانمندی خود در که با مردم ارتباط داره باید این میگه پاره اینا تبلیغ بکنن عقایق بگن اینا مردم مورال بتن اینا در صدر اصلاح نظام برایان در صدر اصلاح حکومت برایان بالاخره بالاخره بعد یک سال بعد یک نیم سال بعد انتخابات ریاست جمهوری میشه و میشه بالاخره انتخابات شورای ولسوالی باید شوه یا نشوه اگر نشوه خب پس این نظام منتفی ای دموکراسی و گپای که بنام است یا از بین میره خب دموکراسی رو شما سوال دادین به فرمان رئیس جمهور آمده شما یه حکومت هم نامشروع میدونین حکومتی که در امضای یک تاهوت صورت گرفته پارلمان هم به امضای رئیس جمهور آمده ساده شده در حالی که وقتش دو سال است که ختم شده و سنای شما یک سلسه بیخی نداره و بی دو با دو دو سر حرکت میکنه یعنی تمام معلفه های دموکراسی از بین رفته دیگه خب ضرورت است که ما که میگیم از بین رفته به خاطر از اینکه ما جلوگیری بکنیم که این دستاوردهای مردم افغانستان که به خون باهاشون به با دست اومده اینا چگونه با دوباره میتونیم دو می اعاده کنیم گفتم سکتور وظیفه تمام روشان فکرا تمام سیاسیون تمام جامعه مدنی تمام اشخاص و افراد سالی که در این مملکت هستند دلشون روی مملکت این وظیفه است که دولت سالی 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 اقدامات باید داشته باشن آقای سالی پیشنهاد شما چی است در نزدیک میخواین چیزی رو بگوین که تغییر بیاید یا این مردم فکر میکنین که یا خواب برده یا مردم دیگه دیگه دلشان سرد شده از 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 حکومت و از نظام و از پارلمان و از همه ببینین عوامل متعدد وجود داره که ما در همچی یک حالت قرار گرفتیم در حالی که مردم همه کارت به استخانشان رسیده ولی بر خیزن در برابر حکومت رژیم و شخصیت ها یا جریان هایی که فعلا به سرنوشت از اینا حاکمیت میکنه حکومت میکنه و حکومت و نمایندگی درست هم از مردم کرده نمیتونن و هیچ گریه از مشکل مردم هم اینا باز کردن نتانستن و به همین شکل اگر وضعیت پیش بره و هیچ کار دیگه هم قرار نیست که اینا انجام بتن و مردم امیدوار به با او باشه چرا مردم در یک چنین وضعی قرار گرفتن؟ اولی که مارگزیده از رسمان دراز میترسه مردم فکر میکنن اگر بیاییم باز در برابر حکومت و رژیم استاد شویم خب ما بر خود ما جنجال خلق میکنیم از یک طرف هم آرامش نسبی رم که داریم از دست میره و از طرف دیگر ای پاکستان و ای طالب و ای القاعده امی وضعیت فعلی هم به با ما باقی نمیمانه از دست ما میره یک مشکل است نگرانی نگرانی دومی است که امی زمان هم تغییر کرده ما در قرن بیست به خصوص نیمه دوم قرن بیست دوران کودتاها دوران انقلابها دوران رهبرای کاریزماتیک دوران شخصیت های شجاع جسور در برابر حکومت ها استادگر به رفتگر مردم به دنبال خود رسان. کشاندگر زندباد و مردباد گفتگر بالاخره وضعیت را به شکل دیگر تغییر دادگر بودیم ولی در قرن 21 و خصوص 21 ما و شما در سال 2001 به این طرف آمدیم فضا ایوز شد فضا به شکل آمده که یک مقدار ما دنبال اقتصاد باید باشیم دنبال بهترسازی زندگی ما باشیم دنبال قانونیت باشیم تغییرات تعولات به شکل تدریجی باشه و از واقعیت هم نگذریم حالا خارجی ها به هر مقصد و منفعتی که داشتن ای کشور آمدن بر ما هم یک چارچوبای حداقلی ساخته شد ما در گذشته رای نداشتیم چیزی که یک کسی را با تفنگ چپه بکنیم و بریم سر جایش بنشینیم یا با کودتا یا با رفتن به دنبال یک همسایه که او بیایه و ما را به قدرت برسانه حالا اگر هیچ چیزی وجود نداره ما منتظر هستیم که دو سال بعد خوب آز آقای اشرف غنی و دکتر عبدالله باز شما پشت مردم میایین که مردم براتون رای بده یا دیگه شخصیت هایی که هستن یا دیگه باز مردم در اونجا تصمیم میگیرن یا حداقل مردم میتونن سناتور سه نمایندگی از مردم میکنن یا تعداد دیگه باز ای هم یکی دیگه میتونه از او عوامل معلف ها باشه و یک عامل بسیار اساسی تر دیگه ای است که ما همه اختیارات و صلاحیت های مبندست خود ما و مردم ما نیست که بگوییم اگه این روز اشرف را خواستیم درست است اگر نخواستیم نه باز ایواز کس دیگه باز یه وز اشرف غنی کسی دیگه همون جانکیری که آقای اشرف و دکتر عبدالله را در آورد آورده دستایشان بالا کرده و قول سناتور سیب کشما رئیس جمهور رئیس اجرایی باشه اینا را حمایت هم میکنه. اینا را دفاع هم میکنه و اینا پول امکانات هم میته و اگر یشرف غنی و دکتر عبدالله با وسط مردم سرنگون شود او صدمه را که اتوریته ایالات متحده امریکا میبینه و میخوره او سنگین تر است از او ضرره که را که مردم افغانستان متقبل میشه خب اون نسبت ای ای نمیشه اینا. که ما تحمل کنیم بشینیم منتظر باشیم ما را دیگه بلیده رفتن شما خود میگین که کار تا استقان رسیده دیگه استقان این درد بسیار زیاد داره این مردم تا منتظر باشن دو سال دیگه سه سال گذشتانن دو سال دیگه مونده دو سال دیگه را با اینکه که محو شون دیگه از ببینیم ما ضرر مسائل بسیار داره میگن به خاطر یک پندیدگی زخم تازه نکنیم درست است یعنی ببینیم که چه چی چیزی نف ماست نف مردم ماست و اینا در شرایط حاضر گفتم که مردم تعیین کننده های اصلی نیستن و یک مشکل بسیار کلان میان خود مردم هم هست اگر ما امروز بیایم سناتور سه بگوییم که ما در برابر شما اعتراض دارم و شما درست کار نمیکنین درست نمایندگی کرده از مردم نمیتانین ما اگر پشتون باشم اینا ترکتبار باشن اینم یک بخش مردم در حالی که گپ من معقول است ولی به قوم اینا تعلق دارن میان در دا برابر من استاد میشن شما امروز ازبک و پشتون و هم مگی میگن اشرف غنی و دکتر عبدالله ناکار آمد هستن و طور مثال رسانه ها را میبینیم ولی اگر در دا برابر دکتر عبدالله کسی گب بزنه من تاجیک استاد میشم که هر چی که از دکتر عبدالله از قوم هست این مشکل کی هست؟ مشکل خود مردم است متاسفانه و مشکل بسیار اساسی تر دیگه ای است که یک دایه که برای کل مردم قابل قبول باشه و مردم در اطراف جمع, هم. جمع شوند وجود نداره و طور مثال ما گذشته جهاد داشتیم جهاد تاجیک هم آورد، ازبک هم آورد، ازارار هم آورد، پشتون هم آورد گرچن یک تعداد مردم میگن که شاید هم جنگ شرق غرب بود ولی یک دایی مقدس بود همه ای جمع شدن او دایی وجود نداره و از طرف دیگه یک زعامت ملی وجود نداره که همه ای جمع شدن بنابراین از بین این همه مشکلات، چالش ها شما چه توقع دارین که یعنی ما بیایم حکومت را که امروز برش رای دادیم بیایم سلبش بکنیم یا رای ما را از پیش بگیریم ما که جنرال دوستون دو, دو, دو رای داده بله. دو رای داده به آقای غنی حالا میگه رای ما گرفتم از پیش شد غنی میگه رای تا بگی مرا از جمهور چکار چی چیکار کردم میتونی وقتی که او نمیتونه خو مردمو عادي شما چه توقع وانت ځات؟ خو مردمو عادي ستن کړهی دادن بل اخر د لقل نور خا همي مردمو عادي باز د د اطرافو د محورې انمي محوریتای قومي او سياسي جمع استان يعني مردمو وطن ای کار کړه وختي کار کړه میتونه کټله باشه هالو کټله شوه کار کردنه میتونه رایات که از سر تشکر خاغلستانه زیسپ تاسو د هلار په کې ګوري په د وضعیت سره چې مونږ یو د لسونه خټیر خواندور لسونه ندی کاغوی مونته ودان دی کی کی مونږ ودان دی کو دا وډیر سخباراتی لسونه افغانان څوکړي بیا ورته کینی دوا کلا نور هم ورته کینی امندغه وضعیت باید وزغمي زه په دې خیدایم چې پر پاکستان باندې باور کول ندی په کول نه پر پاکستان باندې نه پر امریکا باندې موږ باید ډیر وضعیت د ریس ودان کو او امریکایان ته موې چې د دغه قرارداد امنیتی لري قرارداد استراتیژیکي حکومت تعهدات چې تاسو سره کړی دي هغه ملک که نسې امریکا ولر قرارداد فسخه د په نومونې دونه غیرتو کې ګرشینه کې خیر د غیرت دی و کې چې قرارداد فسخه یا د رېجیم ورو چې وځه مال ملک په 15000 کالک طریق ته تاریخ, تا تاریخ لري صوب صوب دا 15000 کال کې یو څلور زر کال ته بیا امریکایانو سیدل خاري ولاس کال نورم ژوند کولای خلک ډب ډاریږي په دې چې بل څه دمن نشي ایستوک نسلاتل هیڅ سوک نسلاتل هیڅ سوک نسلاتل دا ما سره مني بیا امریکایانو ما ته ژوند کولای سي ګوري تاسو ټول تکي از مثبت بختی دا چې مش ټول تک را امریکایانو کړی رازي لومړی تکي پر خدای وکړو دا غو ورسته پر دا ولس باندې تکي وکړو خرزوانونه تکیاو کړو دو دو پیسې چې ورکی وردو د کوم ځای کې پیسې دا جنگ کې نه وي د امریکای چې جنگ نه دی د ازم ما د نن نه په افغانستان کې چې کوم ا موږ پیسې ټولا والی سو دغه اردو هر څه ته بست زموږ استاد بیا طالبان تاسو فکر کوي چې نه راځي نه طالبان یو غټ خبره دغه چې موږ د امریکایي نظامي حضور نه ور نه طالبان خو هغه قا... <تصفح> وخت خو بیا باندې ختمي بیا مجبوری بیره راځي خو طالبان نه در طالبان ول امریکا خو نه طالبان ول ام دلته خو ما ګوري د نجيب حکومت ماته ستمه خو د نجيب حکومت امریکا څه خود کوي نجيب حکومت څه خود کوي می جایدین څه راپورته کوي آی اس ای څه حال تر اوسه لمد ګل دلته چی کول قاضي حسین دلته چی کول خدا د امریکایانو برنامه پیسې اربان ور کوله تدبیقوله تاسو ډېر ټکانه اقتصادي ریپو کوم مقصد باندې خالص څنګه دې ډېر سخت دی چې دا خلک ته وران دی کو دغه پیسې چې 300 ملیار ډالر شي تاسو ورته ورنکړي نور جام پاتې پاتې دا وایي جامورغه ورزه تاسو ته پټ ټې وخه آب مدنی مخوره د چاس خواب بخوره د نکټه یی مته یو خیران کولی واغونه خو په عزت په اقتدار خپل واک و که په سوال کې ژوند وکړه یونی د امریکایان چې نو موژ انسانان نه او د امریکایان چې نو موژ مدنيات نه پیژندل د امریکایان چې نو موش تحصیل نه کول د امریکایان چې نو موش په سوال او رفور ورول کې ژوند نه کول دا باندې څه مو کول ژوند مو کول ډیر په تیارې زمونږ ژوند هغه وخت تیارې هغه وخت چیز تازه ژوند تیارې مداخله شروع دا غادر مخه خولید طات شاد او را درلود دا یعنی ک په اپریکا لافغانستان اوزی نور هیوادونه په افغانستان ولا سره سین کوي لا لسایتی و کی زه یم چې د ټولو حکومتونو سره به له پاکستان چې هغه نغ وړی زکه کني موږ غوړو مجبور د کوشش کړی دی ټولو حکومتونو سره تاسو ډیپلوم ډیپلوماتيک اړیکول لري تجارتی اړیکول لري چاپل نظامی اړیک زکه د نظامی اړیک لا کم وخت ښه چې د نظامی حضور د امریکا او د انګریزان د افغانستان کې ټول لري ما تورستر بل خرافیش ما تورستر بل زپل کیجو چاودانه دلته کیږي وجه کیجو زاز ما خپل ورده نه پریږدي مکتب نه پریږدي دا ټول هغه بدبختی دي چې د خاورځان درا تکسر دامنص او دوی برنامه ریزی دغه تکړي وو چې باټه پلا ما جاید راسی مجاهد دروست طالب راسی بیا څنګه په امریکا کې بلډنګونه وښتل سي بیا موشته څنګه په لما باندې پیدا شیدل ترسي ګور دا ټرمپ خبره ده زین کو چم کله چې نماند وو دای ول وای دا یې دوبامه پروژه ده نو ادریس څنګه د دروغ وای چم خو دروغ نه وای نو خو د امریکا بل سم شر دي چمپو <ترمپ> ال و از موش و عراق باندې حمله کول تر ټول غټ اشتباوه گدافي باندې حمله کول اشتباوه افغانستان باندې اشتباوه زکاره پېږه هغه خپل پشت نه وکړه وای کله چې موش عراق او د نور هيوودونو باندې حمله وکړه دا وی حالت شسو کبدس وای بدس وای نو چیشته دی حمله کول خو عراق تل ته لو پسیول لري نفتو پسیول لري امریکا خو د رضای خدای د رضاله لپاره ما امریکا فکر کوي چې پرما مایندي کې پرتامایندي کې پرغنیمایندي ودله استراتیژیک موقعیت لري درس په مقابل کې دلته هیری کلینټن خپل پهوار وردا ویل تاسو د هارد شایس کتاب یو ګوري چې موږ مج مجاهدین جوړ کړي د دې لپاره چې درستانه مخا ونيسې دلته نفوس پیدا نكي نو دا خپل دوی اقرار کړي ګل چې دا خپل وایي خیانت زکه په افغانستان زدر تورنانه نو موږ یې از ما خبره ونی نه مانی د اوس ګوري خغال ساري صاحب چې زموږ واسه نه رسیږي د افغانانو واسه نه رسیږي نو دا خو بټیر سختي چې خلاص ننځي صاحب چې موږ وایو چې امریکا لهوز یې د افغانستانه د خلګو زور د خدای زور په دې کتاباسو هیڅ شک مویني د خلګو زور انګريزانو مسنګ وایستل انګريزانو ډیر قوی و دا کتابي خبري خبري د خغال دیس کتابینه دی امان الله خان و دې وایو وځي سلو ری سات کې وخت ک چې و مستل انګريزانو په هغه وخت کې نسبتا امریکا نه لږ چنده قوی و تول نړی درته نیولې و څنګه روسان دي څنګه وېستل امریکایان څنګه راسته وکړه د سترنګر څا ورکړ خمځا امریکای ورکړ زه تاسو ته بیا درته وایم ک خلق سره متحد سي ک خلق سره یو ځای سي دغه مفاقه د چاې داخل څنګه متحد کیږي د ګوري دا مبارزه دا شنه د چا یو الهي معجزه وسی او د 13 میلیونه ټول سره یو سي اوچ مش ټول افغانان راځي خو د افغانستان په پایله تر اوسه پر موږ مبارزه کوو لمه نه <ترجمة> زو واجل کیګو ګوري دا جنگونه ټول هیوادونه کیو ډیر لیرې بنزو دا غدې ملي حکومت وحدت ملي حکومت درمه افغانان واقعا بې دولته دکه چې موږ جنگونه ولې د غوړسته پیسې او پښال سو ازادي مو ولې د دیموکراسي م تجربه کوي موږ <مش> غرقو وطن هیوات اردو ملي حاکمیت ملي قوانین دا ټول نه هرو د ملي وحدت حکومت را تک یوګه تدا کړی دا چې خلک بهر ته هوشیار کړي خلک بهیدار کړي د وزون په صفات زده یو شور د انقلاب ناره اورم دا چې کله دوی سرنغونسي کله ځوانانو پورته کیږي دا وخت واړی کارو قرار یو وخت پر اسنه کې چا خو انتخاباين ولېسو تا حکومتيار تا ولېسو انتخاباين تا سیافت تا ولېسو سیاف تا رابونی تا ولېسو نن پسغړ زده موږ خو نه اوستا چاورتل چا رئیس جمهور تابل سوې ته خاينځور تم چش افغاني خايندي عبد الله خايندي دغه نوم مبارزه ده دغه وخت وری کرا کرا ګوري امریکایانو 340 کال مبارزه کړی د چا حالت امریکا ورسول نن هم امریکا کې ګوري د تور د سفین خبرهسته كنست ال د په هر 300 نی کې یو شزه بیزت کیږي ال ته مافییاسته ال دراګز د هر فساد چې ګوري په امریکا غونډي هیوات کې مست د 340 کال مبارزه کړی دي زما استاد نيوي نظام خو ول اس کال کیږي یو د ښکاله سلويش کوله پنځوس کول تر هغه پرځه او ته نور هم پر اقتدار راځي او پر قدرت راځي ځوانان تر دې دغه خبرې ستنګزې دي لاندوراندیز د دې مشتاسو باید اول تر ټولو مخکې سرپیاوري داخلي نظام وکړو حکومت خپل حاکمیت او مبايت او پېژني او ابوانان سره یوشي او پر ځوانانو باندې سرمایه‌ګواري وکړو چې د افغانستان راتلونکي د تېر پښان خراب نکړو ډېر مننه اقای صالحی پشنهاد شما او نتیجهګيري شما چیست نتیجه گیری این است که وضعیت خوب نیست از هر نقطه نظر چه در سه مناسبات ما با کشورهای همسایه چه رابطه ما با کشورهای قدرت های بزرگ و همونطور در هر سه مناسبات داخلی ما هم بسیار مشکلات را داریم که این جلسات دیروز و امروز به مناسبت هشتم سور که از امو عذاب جهادی که آقای غنی را حمایت کردن و به قدرت رساندن نارضایتی هایشان ها که می دیدم تا حرف های رکیم روز آقای سیاف داشتند. داشتن حکومت بین یک چهار پنج نفر بسیار محدود و منحصر به فرد تقسیم هم نه گرفته شده و همه ناراض هستند و مردم فاصله گرفته از حکومت نظام سیاسیون فاصله گرفتن اینا در کل ما ضرورت به ای داریم که همه به مو حد اندازه هایی که تاثیر داریم روی می حیات سیاسی خود ما تلاش بکنیم کوشش بکنیم تا وضعیت به شکل پیش ببریم که ما امو گمشده ما که اتحاد واقعی میان اقوام افغانستان است و داشتن یک زامت نسبتا ملی حداقل در آینده نزدیک افغانستان که انتخابات پیشروی ما داشته باشیم تا در سایه یک زامت ملی و در سایه یک اتحاد و انبستگی ملی بتانیم وزیر که امروز داریم فردا و پس فردا بهتر بسازیم و در وضعیت موجود برای همیش باقی نمانیم سر تشکر آقای یوشمی رای حل شما نظریات در این مورد تقریبا امسان است بله. و تلاش شده که مردم تمام ملیت ها تمام کتگوروی و اقشار مردم بسیط شوند متحد شوند یک پارچه شوند زیر یک بیرق واید افغانستان یک واحد افغانستان واید یک هدف واید یک فکر واید اینا مبارزه خود آغاز بکنند که آغاز شده هسته هسته و هر کس که در ادامه ادام میکنه که صادقانه من وطن خود دوست دارم و آرزوها و های مردم خدا احترام دارم و به خون شهدا و, و به قدر قتل و قتال من رنگ میبرم دفت می دوم دلتوزی داره نو نو باید متحت پسونه یو پټا سو ان شاء الله زمونږ کې څنګه ځاي څل پروف مبارزه جوړ نه شي یو یو پروف څو 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 با امریکا دیگه به امریکا ضرورت نیست خود ما میتونیم جور بکنیم خود ما گوش کنید صاحب بسیاری کشورها در طول تاریخ ثابت شده که خودشان تونستن خودشان جور بکنن بسیار یک مسئله جدی اقتصادی قرار داشتن این تاریخ ایران ثابت کرده اگر ما گفته جناب استرنگزای صاحب که به قناعت داشته باشیم و با سرنوشت آینده اولاد خود اولادی وطن توجه داشته باشیم ما باید بسیار سختی ها و بسیار مشکلات باید بپذیریم که با ایثار سر بریم اگر ما اینطور بشینیم که تو میفهمونین ای با وکلای پارلمان که شما یک یک کنیم لگر پماش نگیرین شما بیاین کچالو بخورین و حکومت و ای یک پرنسیب است که نکنن هر که باز بگن داوطلبانه آینده یک ای 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 قانون انتخابات بسازن که هر کس که داوطلبانه میخواین نماینده مردم شد بدون ماش بفرمان کاندید خودن کنه باز ببینیم خود کاندید میکنه در اونجا یک تصفیه حساب صورت میگیره بس در غیر صورت یک تعامل پیش آمده برای هر وزیر و ما نتیجه را نگرفتم که از کجا باید آغاز جایش از از رسانه شما از از نشست هاست از قایق گفتن هاست از پیشنهادات سالم سازنده در رابطه به اصلاحات پیش کردن هاست این می شد ما شما دست خالی کدام را را میتونیم در حالی که گفته شما گردای آینی هم بالای سر ما شما وجود داره ما ناگزیر هستیم که باید تعامل بکنیم متفق باشیم یک پارچه باشیم و از اتفاق و اتفاق اتحاد هر چه جور میشه بسیار تشکر بسیار ممنونتون با امید که به نتیجه برسیم منتظر روز هستیم ای کارشقای قربانی بتیم امقایو شمی بسیار تشکر آقای سیاسی فلاح شمی عضو مجلس سنا آقای ادریس سانگزای فعال سیاسی آقای برنا صالحی آگاه رابطه بنمنلی با برنامه بسیار خوش آمدید بیننده های عزیز برنامه ما در همین جا به پایان میرسه تا برنامه دیگر شما را به خدای کریم و رحیم می سپارم و مددگار مددگارش